سریال میخواهم زنده بمانم رو ببینیم یا نه؟ توی این قسمت از برنامه ببینیم یا نه بهتون میگم. سرکار خانم هما حقی، آیا وکیلم شما را به عقد دارم؟ به سلام، چطورین؟ احسان منصوری هستم. توی این قسمت از برنامه ببینیم یا نه در مورد قسمت اول سریال میخواهم زنده بمانم صحبت بکنیم، یعنی معیارمون همین یک قسمتیه که تا به حال دیدیم. توی این برنامه قرار نیست چیزی اسپویل بشه، بنابراین با خیال راحت این قسمت از برنامه ببینیم یا نه رو تماشا بکنید. دوباره تاکید میکنم که من منتقد سینما نیستم، به عنوان یه بیننده نظرم رو میگم. شکر خدا نظراتم مورد اقبال مردم قرار گرفته، پس ادامه میدم این مسیر رو. به این کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام، به این خانواده‌ای که خیلی زود رشد کرد، شما هم بپیوندید تا دور هم دیگه در مورد سینما حرف بزنیم و حال کنیم با سینما. اگه سریال میخواهم زنده بمانم رو دیدید، نظرتون رو در موردش کامنت کنید. من اسمم امیر شایگانه، از بچگی رو پای خودم بسودم، پله پله خودم رو کشیدم بالا. سال 1373 فیلم سینمایی به همین اسم، یعنی میخواهم زنده بمانم، به کارگردانی ایرج قادری ساخته شد. خیلی گل کرد، پرفروش شد حسابی توی سینما. من موقع خیلی بچه بودم، اما اسمش رو زیاد شنیدم. بعدها بازپخش شد، من تلویزیون شاید پخش کرد، دیدیم، خیلی تحت تاثیر قرار می گرفتیم. الان خیلی حضور ذهن ندارم که از نظر فنی چطور بود، اما میدونم که خیلی جریان ساز بود و خیلی مردم رو درگیر کرد. پرتعلیق بود این فیلم سینمایی خاطر انگیز، داستان نامادری که محکوم شد به قتل پسر 11 سالش. اگه یادت این فیلم سینمایی رو کامنت بذار و نظر احساس کنم که خیلی پیرم که این فیلم رو یادمه. فکر کردم نکنه بخار گرفته باشدش. چاق رو آورد بالا و زد تو پهلوش. من پریدم جلو، تیغه کارد رو گرفتم و محکم نگه داشتم. اینطوری سریالی میخواهم زنده بمانم کست خوبی داره. دیدن بابک کریمی و افسانه چهره‌آزاد خوشحالم میکنه. حامد بهداد چه در شخصیت چه در بازیگری به نظرم به پختگی رسیده، خوشحالم میبیننش. قرارگیری سهر دولتشاهی و پدرام شریفی، با وجود اینکه سهر دولتشاهی فکر میکنم 7 8 سال از پدرام شریفی بزرگتره، توی ذوق نمیزنه و شیمیشون در اومده یه جورایی. سهر دولتشاهی رو خود جوان‌تر کردن، پدرام شریفی رو خود مسن‌تر. ماجرا در اومده. علی شادمانم که اثبات کرد دیگه استعداد جوان خیلی خوبه که میشه روش حساب کرد. مهران احمدی هم که بازیگ خوب واقعا کم نداره توی سینما و سریال. اما ازتون خواهش میکنم به بازی ناهید مسلمی دقت کنید، بازیگر قدیمی تئاتر. این بازی ها کم دیده میشن. چرا واقعا؟ بازی ناهید مسلمی توی قسمت اول سریال میخواهم زنده بمانم، با وجود کم بودن طول زمانیش، نباید نادیده گرفته بشه. یه بازی دقیق، ظریف و درست. متاسفانه بعضی از بازیگرها علارغم سبقه زیادشون در بازیگری و نقش آفرینی های خیلی خوبشون، اسم زیادی ازشون شنیده نمیشه. بازی بازیگرها پخته است. حتی بازی بازیگران فرعی هم درسته. نتیجه دقت و عملکرد درست کارگردان یا بازیگردانه. چیزی که من دریافت کردم از این سریال اینه که کارگردان 1. کار خودش رو بلده. 2. وقت گذاشته و احترام گذاشته به نگاه بیننده. من این حس رو دریافت کردم. علتاشو بهتون میگم. بازیگیری درست، فضا سازی درست. دقت بکنید به بک‌گراند. میخواد دقیقه 60 رو تصویر بکنه دیگه. اگه دقت کنید توی تمام پلان‌ها و توی تمام تصاویری که خصوصا نماهای بیرونی هستن، اون بک‌گراند یا آدمی داره رد میشه، یا ماشینی وجود داره، یا طراحی صحنه اتفاق افتاده که اون حس رو القا بکنه. من نتونستم صوتی ازش بگیرم، ممکنه وجود داشته باشه ها، اما اینکه ساده نتونستم ازش صوتی بگیرم بگم که این که دهه 60 نبوده اصلا، نشانه خوبیه. نشانه اینه که وقت گذاشته شده برای ساختن این سریال. آرزو کردم زودتر مال من شه، خیالم راحت شه. من مال تو هم. با تماشای قسمت اول سریال میخواهم زنده بمانم احساس نکردم یه داستان غیر کلیشه‌ای قراره ببینم، یا قراره بیفتیم توی یک داستان جدید مبتکرانه خلاقانه ای که قبلا تجربهش نکردیم و چیزی در موردش نشنیدیم. نه، احساس میکنم وسط یک داستان تقریبا کلیشه‌ای هستم. خود سریال هم نمیخواد بگه من یک اثر خیلی بزرگم، میخواد بگه من اینقدرم و این انقدر رو داره خوب ارائه میکنه. داستان کم فروشی نمیکنه. توی قسمت اول کلی اتفاق دیدیم. توی قسمت اول هیچ جای ماجرای فکر میکنم یک ساعته میخوام زدن ببانم، داستان کند نشد، خسته نشدیم. اگه موافقی با نظرم لطفا کامنت کن، اگه مخالفی هم نظرت رو بگو و علت مخالفتت رو توضیح بده.
همه کامنت ها رو میخونم، شاید نتونم همه رو جواب بدم چون همینجوری توی روند تولید محتوا و دوست دارم تون تون بهتون ویدیو برسونم، اما کامنت ها رو همه رو میخونم با دقت. دهن تو ببن مرتی که یه بی همه چیز. چیزی که خیلی برام جالب بود و جدید اومد توی این سریال این بود که خانواده‌ای که غیر مذهبی دارن تعریف میشن، که زهرماری هم مصرف میکنن، هیولا نیستن، دیو دو سر نیستن، منفی نیستن. هر کی غیر مذهبی منفی نیست، یعنی یک اصولی نیست که طبق کلیشه هایی که همیشه ما توی تلویزیون دیدیم اینجا هم ببینیم. این منو خوشحال کرد که یه خورده داریم به رئالیسم انگار نزدیکتر میشیم. اگه کسی مذهبی نیست، این نیست که اصولا آدم بدی هم باشه و حتی اون آدم هایی که مقابل اینها قرار گرفتن، چون نمیخوام اسپویل بکنم دارم اینجوری غیر مستقیم میگم، به صورت قانونی ازشون حس منفی گرفتم، در صورتی که قرار کلیشه ما اینه که ازشون حس مثبتی بگیریم و از اون خانواده غیر مذهبی حس منفی. تا اینجا این اتفاق نیفتاد. طراحی گریم و لباس محترم و خوبه، دقیقه. استفاده از قاب دوربین قدیمی خوبه. رقصا، اون جشنه، اون حال و هوا خوب در اومده از آب. بله دیدیم، توی کارهای دیگه ای دیدیم، مثلا این اواخر شاید نهنگ انبر بیشتر توی ذهنمونه، بله دیدیم. اما اگر تکرار هم میخواسته اتفاق بیفته، تکرار شکیلی شده. حالا این سریال واسه کیا خوبه؟ واسه مخاطبینی که سفت و محکم روی آثار خارجی تعصب دارن و دوست ندارن آثار ایرانی ببینن، دوست دارن گیم آف ترونز ببینن، بریکینگ بد ببینن، دارک ببینن، یا حتی مثلا دوست دارن لفت آورز ببینن، آیا لذت میبرن از این آثار؟ احتمالش کمه. این برنامه برای افرادی ساخته میشه بیشتر که دوست دارن آثار خوب ایرانی رو ببینن و اونهایی که گاردی ندارن نسبت به تماشایی که آثار یونانی کنار آثار غیر ایرانی. به هر حال در نمایش خانگی هنوز اثری به حد و اندازه و کیفیت فصل اول سریال شهرزاد ندیدیم، اما در حال حاضر قورباغه و حالا میخواهم زنده بمانم که از دو تا پلتفرم مختلف هم هستن، احساس میکنم تماشا کردنشون خوبه و میتونه تجربه لذت بخشی باشه. شما هرچی دلتون خواست گفتید، به من گفتید بی همه چیز، تحمل کردم. چرا وسط این هم فکر دوست داری من باید بیم؟ ببینید، من بزرگترین ویژگی که در قسمت اول سریال میخوام زنده بمانم دیدم، منها این که دکوپاژ فکر شده است و خوبه، دوربین خیلی جا خوبه، همون بازیگیریه. بازی ها در حد و اندازه فیلم های خوب سینمایی و سریال های خوب ایرانیه. سریال شروع خوبی داره، توی اون زیر متن گیر دادن کمیته به این دختر و پسر، ما داریم در مورد افرادی که قراره بعداً ببینیم توی سریال اطلاعات کسب میکنیم. وقتی اینا دارن میگن که آقا ماجرا اینجوریه اونجوریه، عموم اینه، بابام اینه، من فلان جا زندگی میکنم، داریم اطلاعات میگیریم در موردش. یعنی شروع خوبی. یه خورده جلوتر که رفتیم یه دونه قایق خواستن بخرن، از این قایقای قدیمی که ما هم بچه بودیم داشتیم. دقت بکنید، انتخاب سردولتشاهی یه قایق مشکیه، میگه این قایق آرزوهاست، پس آرزوها مشکیان. بعدم که به آب میسپارتش، میبینیم که در جریان آب یه جایی متوقف میشه و میفته. اینها همه نشان دهنده اینه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. قراره که اینا دهنشون سرویس بشه و ما هم اگه ادامه بدیم و دنبالشون بکنیم قرار کلی اذیت بشه. من هر چیزیو که بخوام به دست میارم. حامد بهداد حضور کاریزماتیکی داره. شروع که میشه و وارد داستان که میشه، همه چیز پسندیده است. یعنی آدم وقتی تماشا میکنه میگه جذابه. دیالوگایی که مطرح میکنه جذابه. نوع اکت و بازیش جذابه و جالبه برام که تا ورود میکنه ما یه اتفاق میبینیم. اینی که میگم کم فروشی نمیکنه داستان و بهمون اتفاق میده و خوشحالمون میکنه. قسمت اول این سریال رو به من رسوند که سریال میخوام زنده بمانم به عنوان یک اثر سرگرم کننده، نه هنری، سریال خوب و قابل اعتمادیه. کماکان معتقدم سریال قورباغه بهترین سریال حال حاضر نمایش خانگیه، چون جسورتر و خلاقانه تر، منهای تمام نقدا و ضعفایی که من بهش دارم. اما سریال میخوام زنده بمانم هم من رو قانع کرد برای اینکه ادامهش بدم. اگه تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن. اگه فالو نکردی اینستاگرام رو فالو کن، کامنت بذار، لایک کن. بچه ها لایک هامون خیلی پایینه ها، لایک هامون نسبت به بقیه فعالیت هاتون در صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب تعداد لایک هاتون پایینه، پس همین حالا تا یادت نرفته لایک رو بزن، کمک میکنه به تولید محتوای من. نظرتون رو در مورد قسمت اول سریال میخوام زنده بمانم بنویسید، با هم دیگه به اشتراک بذاریم. هدفم توی این برنامه اینه که کمکتون بکنم
هم در وقتتون هم هزینه‌تون صرف جویی اتفاق بیفته، اما در نهایت اون کسی که تصمیم گیرنده است خود شمایید. این نظر شخصی من بود. این سریال فعلا توی لیست ببینیم های منه، مورد احترام دیدمش و دلم میخواد که ادامهش بدم. بریم جلو ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید بعدم پشیمون شدم. خداحافظ شما. من هما حقی ازتون خواهش میکنم بهم کمک کنید.